رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. درود به همه هممیهنان گرامی. مطالب گوناگونی دارم که با شما در میان بگذارم. امیدوارم که پیوسته شادمان باشید و به خصوص شادمان در این دوره‌ای که ما نزدیک می‌شویم به جشن نوروز، جشن باستانی نوروز، جشنی که ریشه در آیین مهر دارد، جشنی که ریشه در فرهنگ باستانی ایرانیان دارد و چیز عجیبی است. نوروز، تمام هدف جمهوری اسلامی و آخوندها کشتن نوروز بود، ولی اونها نتوانستند، زیرا نوروز نه تنها برای کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، حتی برای کسانی هم که طرفدار جمهوری اسلامی هستند یک رسم جاودانه هست. به این ترتیب نوروز، شما دقت بکنید، نوروز، معنای نوروز، رابطه با طبیعت، رابطه با شادمانی، رابطه با گل و طبیعت، رابطه برای دیدار انسانها، رابطه برای اینکه لباسامون رو نو بکنیم و خانه رو تمیز بکنیم، و بنابراین این رسم زیبا فراموش شدنی نیست، در ذهن و اعماق ذهن ایرانیان قرار دارد، و نه تنها ایرانیان امروز، بلکه ایرانیان به شکل گسترده خودش، و از جمله اهالی افغانستان، تاجیکستان و سایر کشورها، مانند گرجستان، مانند دوستان عزیز در عرضم حضورتون که شمال عراق، اقلیم کردستان و همچنین کردهایی که در ترکیه هستند و ایران بزرگ، همه اینها به جشن نوروز وفادار هستند. البته جشن نوروز حدوداً 10 روز دیگر خواهد بود و ما از فرصت این رو خواهیم داشت، ولی که یکی از جنبایی رو که بلافاصله در دستور من و شما قرار میگیره چیست؟ همانا چهارشنبه سوری است. چهارشنبه سوری را نیز یادتون باشد. متحری به چهارشنبه سوری حمله میکرد، فحاشی میکرد، ناسزا میگفت و میگفت این جشن گبرها هست، یعنی با توهین به هممیهنان زرتشتی ما، هممیهنان عزیز ما که یادگاری از اون دوران گذشته و بخشی از اینها به هند رفتن و کماکان ادامه دهنده همون میراث هستند. به این ترتیب این جشن، جشن مذهبی نیست. شما نگاه بکنید و مقایسه بکنید با عید قربان. به عنوان نمونه مسلمان ها و از جمله کشورهای عربی همشون سرمستن از این که ماه رمضان می آید و عید قربان رو خواهند داشت، ولی برای ما وحشتناکه. رمضان یعنی وحشت، که اون هم به زودی باز دوباره خودش رو تحمیل خواهد کرد. و من می دانم که ایرانیان بسیاری هستن که دیگر در جستجوی رمضان علی و حسین و فاطمه و رسول الله و غیر ذلک نیستن. رمضان رو برای همیشه دور بیاندازید. ضد سلامتی هستش، برابر تنبیه هستش، متعلق به یک دین ضد ایرانی هست و برابر این از نظر اجتماعی هم بسیار بسیار در واقع چی است؟ یک عنصر زشت است، زیرا انسانها رو مجبور میکنه تقلب بکنن، مجبور میکنه که دروغ بگوین. روزه نمیگیرن ولی میگوین روزه میگیریم، مریض نیستن میگوین مریض هستیم، یعنی همون تقلب و همون دروغ پردازی رو رمضان هم میاد یا
و این رو تقویت میکنند. رمضان ننگ بشریت است. ممکنه به من بگید چرا؟ به خاطری که انسانها رو از روال عادی خودش خارج میکنه، دروغگویی رو روش میده. زندگی عادی همه جهان چگونه است؟ در روز دو بار یا سه بار، کمی کمتر یا بیشتر، انسان ها به خاطر اینکه زنده باشند غذا میخورند. ولی در این حال همه انسان ها بزرگترین ارزش های معنوی رو دارند، افراد فرهیخته ای هستند. این افراد فرهیخته در ضمن کسانی هستند که به شکل عادی دارن زندگی می کنند. پس بنابراین نوعی شکنجه وارد مناسبات اجتماعی کردن، این بیان یک ننگه، زشته. البته هر کدوم از ماها در ذهن خودمون موقعی که کودک بودیم، لحظه افطار، تر حلوا، بوی غذای پدر مادر یا مادر بزرگ، اون عطرش و اون مراسم دینی که وجود داشت و قرآن خوانی و غیر و ذالک، همه اینها رفت در ذهنیت ما تنشست شد. و خیلی از آدم هایی که در واقع الزاماً مذهبی نیستن، ولی یک تمایل خیلی در واقع جالبی برایشون تداعی میشه. ولی عزیزان، درسته همه ما این هم بودیم، من هم مانند شما زمانی که در واقع بسیار کودک بودم. ولی شما توجه بکنید، این به اعتبار چی؟ تکرار 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 که به ذهن شما رفته است. و به علاوه تازه برای رمضان قرآن هم که میذاشتن و دعا هم که میخوندن و غیر و ذالک. شما یک لحظه برید در جستجویی باشید، اگر چنانچه به جای اینکه تکرار و تکرار بشه روی رمضان، تبلیغ بشه روی رمضان به عنوان نمونه جشن مهرگان به شکل گسترده همه جانبه با تلاش حکومت صورت می گرفت، خب همین حس زیبا و خوب رو با جشن مهرگان داشتید. بنابراین افطاری و غیر و روزه گرفتن این حرفا، اینها به خاطر تکراری که میگوییم خوبه، بخشی از آدم ها هم از روی عوام فریبی میگن خوبه، ولی به هر حال یک طعمی در ذهن خیلی از ماها باقی مونده است. خب این طعم رو میشود تغییر داد. هر گونه وفاداری به اسلام و مراسم اسلامی رو باید ترک کرد. از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری اونها رو نقد بکنید و به کنار بگذارید. مگه شما از قبیله محمد هستید که میخواهید روزه بگیرید؟ مگه شما طرفدار علی امام اول هستید که این همه یهودی را کشت؟ زین العابدین بیمارشون مگه طرفدار اون هستید؟ اینها چه کسانی هستند؟ اینها نماینده استعمارند عزیزان. هر چیزی که به اینها پیوند برقرار میکنه زشت است. پس چهارشنبه سوری یادتون نره، بپرید از روی آتش، لحظه شادمانیه، به هیچ وجه به معنای پرستش نیست، لحظه شادمانیه، نوره. و نور در درون فرهنگ باستانی ایرانیان بوده است، در درون آیین مهر بوده است، خورشیده. بله، جشن نوروز و چهارشنبه سوری. و وقتی که چهارشنبه سوری میشد، اون هم به نوبه خود، چقدر لذت داشت. دور هم جمع می شدن، تخمی می خوردن، شیرینی می خوردن، میوه می خوردن، از روی آتش می پریدن. بعد همه اینها خیلی زیباست. اینها جشن از نظر
جامعه شناسی یک لحظه بسیار مهمه، زیرا همیشه جامعه نیازمند رسومی است که اتحاد آدمی رو، همبستگی آدمیان رو افزایش میده. انسان اگر تلاش همبستگی نداشته باشه منفک میشه، جدا جدا میشه، در دردها و تنهایی خودشون قوطه‌ور میشن. حال زمانی که جشن ها هست، دیدارها هست، دیدارها و جشن های عمومی و جمعی هست، اینها به انسان نیرو میبخشد، روحی اونها رو قوی میکنه. پس بنابراین جشن بله حتما لازمه برای ایجاد انرژی مثبت جمعی، و جشن لازمه، نه جشن های اسلامی بلکه جشن های ایرانی، یا جشنهایی که متعلق به هر کجای جهان چه بسا باشد ولی جنبه دینی نداشته باشد. نکته اول. نکته دوم، حتما شما دوستان گرامی من دیدید یک فیلم کوتاه در یک بیمارستان یا مرکز پزشکی در قم، و یک آخوند کثیفی که در حال فیلم گرفتن از مادری بود که بچهش بیمار بود و بدون روسری بود، این آخوند حیله کار و مکار که مانند همه آخوندهای دیگر هست از او فیلم می گرفت تا چی؟ تا اینکه گزارش به نهاد جاسوسیش بده، و به ناگاه این خانم، این مادر متوجه میشه، میاد به سمت او حمله بهش میکنه که با اعتراض و اینکه تو چرا فیلم گرفتی. و این آخوند مرتجی مقاومت میکنه، اون خانم میگه فیلم رو حذف کن، به من بده، نشون بده، به صلاح این گوش، به صلاح تلفن دستیشو میخواست کنترل بکنه این حرفا. اون هم یعنی آخوند هم مقاومت کرد که این چیزی که به دستش رسیده و برای سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبش یک به صلاح دلیل خوبی هست، اونو باید نگه داره. و آنچنان با نیرو این زن شجاع فریاد میزنه که آخونده مجبور میشه در بره، عباش از تنش میافته، عمامش از سرش میافته، و بالاخره البته معلومیش چه شده است، به کجا انجامید. ولی من انتظار داشتم بودن افرادی که به نفعی کنار اون خانم بودن، ولی انتظار ما چیست؟ در اون نقطه همه باید مانند او شورش بکنن، همه باید تلاش بکنن و فریاد بر سر این آخونده که مزدور بزنند. دیگران نباید ساکت باشن یا نباید آرام آرام یه چیزهایی رو بگن، مانند همون زمان فریاد باید زد، فریاد که اون صحنه در واقع چیز بیمارستان، همه آدم ها بشنون که یک گروه بزرگی در حمایت از یک زن در برابر یک آخوند متجاوز، برابر این گروه بزرگ ایستاده است. ایرانیان عزیز، یاد بگیریم، یاد بگیریم، خاموش نمانیم، ما به یکدیگر نیازمند هستیم عزیزان، یاد بگیرید، نترسید زمانی که به جای یک نفر 20 نفر میشه. بنابراین احساس مشترک و برای نیروهای سرکوبم این مشکل تر میشه عزیزان، یاد بگیرید، اعتراض بکنید، اون آخونده که مزدور رو باید میگرفتید، تلفنش از دستش در میآوردید و توی در واقع چاله میانداختید. ولی این مطلب یک مبحث بزرگ رو مطرح میکنه. ببینید عزیزان، این آخونده که جاسوس و اقدامی که او کرد یک پدیده ساده نیست،
ببینید این فرد جزئی از یک نظامه، نظام توتالیتاری اسلامی، نظام فاشیسم اسلامی است. این نظام روی چه چیزی اتکا میکنه؟ یک مجموعه نیروهای سرکوب خودش، یعنی پاسداران، بسیج، نیروهای جاسوسی و غیر و غیره برای کنترل جامعه. یک. دو، این نظام تکه میکنه روی افراد مزدور مبلغ و ایدولوگ و تبلیغاتچی که الزاما جز اون دسته اول نیستن، آدم هایی هستن که در محله های گوناگون با مسجد های گوناگون هستن و اینها به لحاظ وابستگی فکری و دینی و ایدئولوژیکشون به نظام طبعا همین کارها رو میکنند. که مثلا خود این آخونده مثلا در هیچ گونه نهاد حکومتی نباشه، ولی یک فرد مزدوره، مبلغ اسلامه. این مورد دوم. مورد سوم، حتی رژیم های توتالیتر قادر هستند برخی از افراد عادی رو تبدیل بکنه به جاسوس. یادتون هست دوستان زمانی که انقلاب اسلامی به وجود آمده بود، یک سری از خانواده ها افراد فامیل خودشون رو لو میدادن، یادتون هست؟ این ایدئولوژی فاشیستی آنچنان اینها رو در واقع در بر گرفته بود که اینها دیگر مسئله فامیلی و خویشاوندی معنا نداشت. فقط باید به رژیم کمک میکردن که تومه بگیرد. پس ببینید یک رژیم توتالیتر روی همه اینها تکیه میکند. پس این آخوند نمونه از مجموعه یک نظام استبدادی مطلق هستش. این نظام نظام گندیده، این نظام نظامی هستش که متکی بر قرآنه، متکی بر فقه شیعه هستش، متکی بر حوزه های دینی هست، متکی بر بیت خامنه‌ای جلات هست و غیره. اون فرد تنهایی نیست، اون یکی از نشانه های این در واقع سلسله مراتب سیاسی مذهبی است. اگر او مقاومت میکنه و نمیده، برای چی؟ اگر این فرد عادی بود چه بسا گفت خب میده، ولی نه، او تومه گرفته. او باید به اربابش، به اون سازمان یا نهادش یا به ایدئولوژی داران خودش خدمت بکنه، به این خاطر مقاومت بکنه و نمیدهد. فردی هست خودسر به فرض. خب مانند وقتی میگه خودسر، مزاحم، مگه جمهوری اسلامی در کلیتش این چنین نیست؟ خودسر، مداخلگر، در تمام زمینه ها در واقع سرک میکشد و سرکوب میکند، مگر این نیست؟ خب عناصری هم که وابسته به اینو به این چنین رفتاری دست میزنند. فاشیز یعنی همین. فاشیز خودسری انسان ها و مزاحم دیگری بودنی افراد رو روش میده، آبیاری میکنه، زیرا دیگران در خدمت فاشیز باید باشند، سکوت باید بکنند، تابع باید باشند، در اطاعت محض باید قرار داشته باشند. این نظام نظامی است که جاسوسی میکنه، مزاحمت تولید میکنه، آدم ها رو میکشه، آدم ها رو تنبیه میکنه، زنان رو سرکوب میکنه و غیر و غیره. و اینها جزء چیز، جزء همین ویژگی، ماهیت و ساختار خود این نظام است. دوستان انتظار دیگری نباید داشته باشید. حال
همه امروز دیدم که در ارتباط با همین اقدام آخونده که مرتجع فردی به نام آیت الله سید اصغر ناظم‌زاده قومی، یعنی بنابراین از همون قومه قومی که ما میدانیم انسانهای فرهیخته، انسانهای مخالف جمهوری اسلامی بسیار نیز زیاد هستند. او چه میگوید؟ یه اعلامیه داده، میگوید فیلم منتشر شده لطمه به روحانیت است. او میگوید آخون حق ندارد مأموریت را با عمامه عملی کند. یعنی اون موقعی که میخواد بری بزنی مردم رو، عمامه تو بردار، این عمامه مال محمده، این عبا مال محمده، مال علیه، مال زینبه، مال تمام این سران استعمار هستش. بنابراین آخوند میراثدار این استعماره. پس آخوندی که در خیابان و به اصطلاح محله های عمومی حرکت داره، نباید کاری بکنی که به لباس او توهین بشه، به لباس محمد. محمدی که در خونخواری نمونه بود. این حرفا رو من 40 سال پیش نمیتوانستم بگویم، ولی از حدود 30 سال پیش به این طرف آغاز کردم و گفتم و گفتم و خسته نشدم و انتقاد به شیعه‌گری کردم، انتقاد به قرآن کردم، خسته نشدم. به مرور به مرور به مرور اونهایی که در دفاع از این خانواده محمد بودند و یا بر اساس اعتقادشون یا بر اساس احترامشون، اونها کمتر و کمتر شدن و من روی همون موازه خودم باقی ماندم. و امروز خوشبختانه رسانه‌هایی هستن که تریبون‌های آزاد هستن مانند اینجا، و بنابراین میگویم تریبونی هست اینجا آزاد، کسانی هم به شکل دیگری نظر دارن. من نظرم در ذهن در مبارزه علیه چی؟ علیه اسلامه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتقاد دارم یک تحول عمیق فرهنگی در ایران ما باید صورت بگیره و آغاز شده از این تحول فرهنگی، یعنی بیرون آمدن از دین اسلام. هر کسی در دین اسلام باقی بماند، یا به شکل اعتقادی یا به شکل عاطفی یا به شکل وابستگی، به هر دلیلی در واقع در برابر ایرانی بودن قرار بگیرد، یا اسلام یا ایران. من ایرانیم، مسلمان نیستم. درسته ایرانیان زیادی هستن که امروز هم هنوز مسلمان هم، ولی که برای اینکه به ایرانیت خودشون برسن واقعا و از مسخ در بیاین، از مسجدگی در بیاین، از خود بیگانگی در بیاین، باید از اسلام خارج شوند. ادامه بدهیم. این آقا سید اصغر مطرح می‌فرمایند، سید اصغر ناظم‌زاده، که بله بی‌حجابی ممنوع جرم است. می‌بینید ضدیتش با زنان، می‌بینید بی‌حجابی ممنوع جرم است. در کجا؟ در فاشیسم اسلامی موجود در ایران. خب اینو من گفتم، ولی او میگوید بی‌حجابی ممنوع جرم است و باید نهی از منکر انجام بشود. خود اینها سمبل فاشیسم و سمبل فساد هستند. اینها آن وقت میخوان جامعه رو تصحیح بکنند. بعد ادامه میدهد با گذاشتن عبا و عمامه. بعد دیدیم که به هر حال این مرده، یعنی این آخوندکه، با جا گذاشتن عبا و عمامه فرار میکند و اون میگوید او که با گذاشتن عبا و عمامه فرار کرد درست نیست و باعث وهن لباس روحانیت میگردد. یعنی توهین به چی؟ لباس روحانیت، لباس کثیف روحانیت.
ببینید عزیزان، اگر در آیه قرآنی در سوره نساء می آید که زن رو بزنید، این بزنید زن اضافه می شود به این کاری که این آخوند می کنه. این آخوند اجرای دستور قرآن و پیامبر اسلام است. این است. حتی اگر توجه بکنید این آقای آخوند دوم که نامه می نویسه، مسئلهش مسئله این نیست که چرا به اون خانوم حقوقش، شخصیتش تجاوز شده. میگه که برای روحانیت خوب نیست، زیرا ملت دیدن که یه عمامه به زمین افتاد، یک عبا به زمین افتاد. وای عبا و عمامه که متعلق به کیست؟ متعلق به محمد عبدالله، متعلق به اون است. حال آنکه آخون ایدهش اینه است که احترام به عمامه، احترام به در واقع عبا، برابر احترام به این طبقه جاسوس و فاسد است. بنابراین هم میکشه، هم شلاق میزنه، هم قواعد ضد انسانی اجرا میکنه، قصاص اجرا میکنه، و هم میگوید به ایرانیان تو باید تابع من باشی و به حتی لباس من هم تو نباید توهین بکنی. آقای آخوند، سراپای شما به مثابه یک میکروب بزرگ هست. شما باید از این قدرت پایین کشیده شوید. فردا چه خواهیم کرد با شما؟ اونایی که جنایت کردن، دزدی کردن، فاسد هستند، در برابر دادگاه های واقعی باید جوابگو باشند. اونایی که افکار فاشیستی رو پخش کردن بر اساس قوانین آینده باید جوابگو بشوند. آنهایی که به زنان اچاف کردن، تجاوز کردن، دختران خردسال را به زور بردند در درون رختخوابشون مانند پیامبر اسلام، همه اینها در برابر قانون باید جوابگو باشند. ولی به هر حال افرادی هم هستند و خواهند بود با افکار ارتجایی. این دیگه وظیفه چیست؟ وظیفه فرهنگ، وظیفه رسانه ها هست، وظیفه دانشگاه و مدرسه است که با اینها هم مبارزه فرهنگی صورت بگیرد. پس یادتون باشه اعتراض فلان آخوند برای دفاع از اون زن نیست، برای دفاع از چی؟ از قرآنشه، از رسول اللهشه، از ولی اللهشه. دوستان، آخوند با حجازه، آخوند با قریشه، آخوند ایرانی نیست. حتما چه بسا در ایران متولد شده، ولی ایرانی بودن در چیست؟ ایرانی بودن وفاداری به منافع مردم ایران، مصالح مردم ایران، احترام به چی؟ به سنت‌های خوب و مردمی و شادمانه مردم ایران مانند نوروز. اینه. بنابراین این فردی هم میتواند در ایران متولد شده باشد و جاسوس باشد، توطئه‌گر باشد. این دیگر نمیتواند ایرانی باشد. کسی که در خدمت یک استعمار هست، در خدمت اون استعمار هست. تصمیم خود چه گرفته، با پول خود رو فروخته. و اینها چه کردن؟ اینها با ایدولوژی قرآنی خودشون این همه چپاول کردند.
اینها مردم دوست نیستن، ملت ایران رو دوست ندارن. باور کنید اینها ملت ایران رو دوست ندارن، اینها دشمنان ملت ایران هستن. هر جا که آخوندی میبینید افشاش بکنید، خوباشم بد هستن. به من خواهند گفت که آقای جدی شما یه کمی تون میدید، به عنوان نمونه آقای منتظری خب اومد و افشا کرد. بله آقای منتظری اومد و برخی از جنایات دوران جمهوری اسلامی رو افشا کرد. این کاملا یک واقعیت هستش. این کار خوبی بود، ولی نه در تمام، در ارتباط با همه جنایت های جمهوری اسلامی. یادتون باشه آیا ایشون اعتراض کرد به کشتن بهایان در ایران؟ نه. آیا ایشون اگر چنانچه زنده می بود و ازش سوال می کردی که درباره قتل یهودیان توسط علی و محمد چه فکری می کند؟ تایید می کرد. تایید می کرد. و اونجایی هم که اعتراض کرد به خاطر چه بود؟ به خاطر اینکه میگفتش که اسلام در واقع بازنده میشه، مسئلهشون اسلامه نه حقوق بشر. و به علاوه آقای منتظری چه کسی بود؟ همون کسی بود که نظریه ولایت فقیه رو درش مداخله کرد و تبیین کرد. بله همین آقای منتظری، یعنی از نظر فکری همون قرآنی بود، همون اسلامی بود و همون مرتجع بود. بله همون فرد مرتجع با اون افکار بود. این هم خوبش. خوبایی بعدیشون چیه؟ آقای سانعی که در سال 1388 یه اعتراضاتی کرد و به افراطی‌گری ها خاموش، فقط مشغول چی بود؟ زندگی خودش و احتمالا چاپیدن ها، ما نمیدونیم چگونه. همین سیستانی بی شرف کجا یک بار اعتراض کرد به این همه کشته هایی که در ایران به وجود آمد توسط جمهوری اسلامی؟ یک فرد بی شرفه. تمام آخوندهای بزرگ که حدود شاید 40 نفر در رأس باشن، همه اینها بیشرف هستند. همه اینها در واقع شریک دزدان بیت خامنه‌ای هستند. اونهایی هم که اختلاف نظر دارن، اسلام برایشون و برای همشون یک اساس مهم هستش و جمهوری اسلامی باید برای اونها باید باقی بماند. دوستان علی‌رغم اختلافات نمیخوان جمهوری اسلامی از بین بره. مگه خاتمی این رو نگو؟ خب آقا نمیخواد جمهوری اسلامی باید بماند. آخوند و جمهوری اسلامی یعنی اتحاد مشترک. ولی دادگاه آخوندها وجود داره، ولی برای چی؟ برای اینکه تنبیه های داخلی خودشونه، ما نمیدونیم چی هستش که جنبه ترقی خانه نداره. تازه یک دادگاه باید بیاد مانند دادگاه های دیگر عادی بر اساس قانون جدید و به شکل در واقع حضور علنی با وجود روزنامه نگار و شهروند باید صورت بگیره. پشت درهای بسته مسئله تصفیه حساب های داخلی خودشون هستش. فلان آخوندی که توسط دو سه تا آخوند دیگر مورد تجاوز قرار گرفته، خب میره تر درون این دادگاه، برای اینکه نمیره تو دادگاهی عادی که این مسئله افشا بشه. مسئله اینه، مسئله حق شهروندی نیست در اونجا. آخوندها در کنار جمهوری اسلامی هستند، شهروند نیستند، ستمگر هستند. بله
نکته دیگری که اضافه بکنیم بر این مبارزه زنان ادامه داره، استقامت زنان ادامه داره. دیدید دو دختر جوان در تجریش یا سر پل تجریش در واقع برای در پیشواز عید در واقع میخوندن و خودشون رو چهره رو سیاه کرده بودن تا به این ترتیب باعث نشاط مردم بشن. چقدر جرأت، چقدر شهامت. و البته این دو نفر از دختران عزیز ما رو دستگیر کرده و ما اطلاعی نداریم. اینها همه بیان چی؟ بیان مقاومت دختران ایران به شکل‌های گوناگون مقاومت میکنن، مبارزه میکنن، جمهوری اسلامی رو مسخره میکنن، دین رو مسخره میکنن، آخوند رو مسخره میکنن، عمامه رو از سر میپرانند، در شبکه‌های گوناگون شجاعت نشون میدهند، علیه اسلام میگویند، حجاب از سر برمیدارند در منطقه های مختلف. این شجاعت دوستان. آن بانوانی که حرفای منو خواهند شنید بدانند که به طرز قطعی من حامی آنها هستم. من یک دانشگاهی منفصل و جدای از متن مبارزات مردم ایران نیستم. من یک جامعه شناسی هستم که مداخله‌گری اجتماعی رو جزو اساس کار خود می‌دانم. مداخله‌گری نه به معنای مزاحمت سازی، نه به وارد گود شدن، وارد میدان شدن به این معنا هست. اساسا یک اصطلاح جامعه شناختی هست که در واقع معادل فرانسهش میشه انتروانسیون، یعنی مداخله میکنی. جامعه شناسی هم علمیه هم در واقع پرسشگری است، هم در ضمن جانبداره نه عمل میکنه، یعنی نمیگوید من طرفدار جمهوری اسلامی هستم. اگر بگوید تمام جنبه علمی خود رو از دست داده است و همچنین هر کشور دیگه نسبت به هر رژیم دیگری، زیرا جامعه شناس مستقله، مستقل از قدرت ها. پس دختران رو به یاد آورید، دختران عزیزی که در زندان ها هستند، خبرنگاران عزیزی که در زندان هستند، جوانان پسر و دختری که امروز در زندان ها در شرایط بسیار بسیار سختی به سر میبرند و همچنین شخصیت هایی رو که میشناسید، مانند خانم قلیان، مانند نرگس محمدی، اینها جاشون در اجتماع است، در مسئولیت هاست برای ساختن فردا. ولی جمهوری اسلامی رقیب نمیخواهد، باید این انسان ها رو بشکنه، ولی اونها شکسته نمی شوند. در زندانن ولی شکسته نمی شوند. بله. به این ترتیب دوستان عزیز من، یک نکته دیگر رو هم توجه بکنید و اون هم چیز خیلی جالبه، دقت بکنید، خیلی جالبه. دیروز به یک تئاتر رفتم، تئاتری بر پایه یک داستان
با عنوان 411 کیلومتر. از آیلا نویدی، نسل جوان، نمایشنامه از او، خانم نویدی، و همچنین کارگردانی تئاتر از او. و در این تئاتری که رفتم، در یک نقطه بسیار زیبا کنار شانزلیزه پاریس و تئاتر مرینی که گنجایش تئاتر حدود، به من گفتن، 300 نفر هست و ماها ماها این نمایش ادامه دارد، با استقبال بسیار بزرگی مواجه شده است. شش نفر بازیگر فرانسوی، زن و مرد، به شکل بسیار طبیعی با توجه به مهارت در کارگردانی خانم نویدی، این نمایش رو اجرا می کنند. محتوای نمایش چیست؟ محتوای نمایش به زمان اواخر دوران شاه پهلوی و پس از انقلاب اسلامی تا به امروز، و ماجرای خانواده مهاجر هست، خانواده سیاسی چپ مهاجری هست که در اون زمان توسط سواک شکنجه می شده، فرد مرد خانواده. و پس از آن ما می رسیم به زمان انقلاب اسلامی و حکومت جدید، و در این نقطه باز مانند خیلی خانواده ها مجبور میشه از اون لحظه ای که در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه تمام خانه ها رو زیر کنترل قرار ده و به افرادی که دارای خانه بودند یا کرایه داده بودند به اونها اعلام میکنه که گزارش بدهید کسانی که در خانه های شما هستند، و در اون لحظه هستش که بسیاری از ایرانیانی که در شرایط بسیار شکننده ای بودند به خارج گریختند، مهاجرت کردند از مرزهای گوناگون، مرز ترکیه، مرز ارمنستان، مرز عراق، مرز پاکستان، مرزها رفتن به طرف روسیه اون زمان، البته روسیه شوروی، و همچنین برخی از خلیج فارس، و به این ترتیب به شکای مختلف گریختند برای که میخواستن زنده بمانند و در امید این که دوباره برگردند. و این در واقع نمایشنامه در ضمن بیان امیدها، آرزوها هست، کسانی که فرار می کنند ولی دلشون به سوی ایران هست و می خواهند برگردند. روزی، چه روزی نمی دانیم، ولی به هر حال وارد این جامعه غربی می شن از جمله فرانسه، و اینها در برابر انتخاب و در برابر چالش های بزرگ خانوادگی، فردی و اجتماعی و سازمانی و غیره غیره قرار می گیرن. و به این ترتیب آرام آرام نسل‌های جدید به وجود می آید و این نمایشنامه می گوید که چگونه اون نسلی که آمد، رابطهش با پلیس، رابطهش با شرایط خودش، رابطهش با رفقاش، رابطهش با آرزوهاش، رابطهش با بچه‌هاش، همه و همه توأمه با تناقض، تضادها، و در ضمن هم خنددار، هم تراژدی، هم احساس همبستگی، هم برای شخصیت ویژه خاص خودش در جستجوی نوعی امنیت، همه و همه.
و این داستان من و شماست که این بار به شکل یک پیس تئاتر در آمده است. و در ضمن رابطه ای انسان ها با محیط جدیدی که وارد می شوند، آیا محیط جدید رو می پذیرند یا نه؟ و مانند بسیاری از ایرانی ها در این نمایشنامه می گوید، نویسنده می گوید، نمایش نویس می گوید، یعنی خانم نویدی، که بله در ضمن علاقمند هست که در این فرانسه نقش ایفا بکنه، زیرا شعارها، زیرا ارزشهای این جامعه مطابق با روح او نیز هست. برابری، برادری، عدالت اجتماعی، شعارهای اصلی جامعه فرانسه. و به این ترتیب هستش که انسان ها در این جامعه وارد می شوند، تناقض ها وجود داره، کشمکش ها وجود داره و صدای تیرباران های توسط جمهوری اسلامی می شنوند. خبر می آید که عزیزانشون کشته شدند و آهی می کشند و در ضمن دل پردرد خود رو در آرزوی بازگشت تسلی می دهند. اینه سرنوشت من و تو. ولی یک پدیده جالبی که اتفاق می افته، به وجود آمدن نسل دوم. این نسل اول که نسل مهاجرین است، که مانند من نوعی هست، یا شمایی که بخشی از شمایی که می بینید و گوش می کنید به این برنامه، و هم نسل جدید که در اینجا چه بسا در ایران متولد شده ولی اینجا بزرگ شده، و یا این که در اینجا متولد و بزرگ شده است. خیلی جالبه نسبت به، البته به خانواده های مختلف با آموزش های مختلف باید توجه کرد، ولی بسیاری بسیاری از جوانانی که در اینجا متولد شدن و به دنیا آمدند و رشد کردند و مدرسه و دانشگاه رفتند، در ضمن انسان های موفقی شدند. مانند هر جامعه دیگر افرادی هستند که به هر حال به کجراه رفتند، نتوانستند زندگی خودشون رو بسازند، ولی بخش مهمی از ایرانی ها به اعتبار قدرت انطباقی خودشون و شعور اجتماعی و فرهنگی خودشون و آموزشی که از محیط خانوادگی دیدند و شخصیت خود فرد، توانستن نقش جالبی رو در این جامعه ایفا بکنن. و میدانیم در بخش‌های مختلف اینها دارن در واقع چی؟ میرن که جزء این جوامع باشند و مداخله بکنند در زندگی و مدیریت این زندگی در این کشورها، مانند آمریکا، مانند فرانسه، مانند انگلستان، آلمان، ایتالیا، استرالیا و انگلستان و جاهای بلژیک و جاهای دیگر، هلند و غیره و غیره، کانادا. ببینید ایرانی های موفق زیاد هستن. از نسل مانند نسل من که آمدن، بخشی از اونها توانستن در واقع خوب بالا بیایند و در درون دانشگاه و محیط پزشکی و کارهای تحقیقی و پژوهشی و سرمایه گذاری های گوناگون و غیر و غیره نقش ایفا بکنن. و این نسل جدیدی که جوان بود و کودک بوده و اینجا متولد یا بزرگ شد، اینها هم نقش مهمی دارند. در اینجا میخوام به یکی از جنبه های این دنیای ایرانیان توجه بدم، و اون هم چیز در ارتباط با پسران و دختران، و میگویم به ویژه دخترانی که در زمینه هنری و ادبی نقش ایفا میکنند. ببینید عزیزان، شخصیت های مانند خانم گلشیفته فراهانی و مرجان ساتراپی، اینها در این دوران هست
در این دوران هجرت، در این دوران فرار از جمهوری اسلامی است و اینها نقش بسیار مهمی دارند. ولی اینها تنها نیستند. در کشورهای مختلف این دو نفر در فرانسه هستند. ولی در کشورهای مختلف افراد گوناگون در عرصه تئاتر، سینما، شعر، داستان نویسی، موسیقی نقش داشتند و دارند. من از بقیه بچه‌هایی که در زمینه‌های دیگری موفقیت دیدن صحبت می‌کنم، فقط در عرصه هنر و ادبیات در خود فرانسه به راحتی من می‌توانم در میان جوانان و به ویژه دختران شاید بدون اغراق بشه 15 نفر الی 20 نفر رو که نقش دارن ایفا میکنن. یعنی چی اینا نقش ایفا میکنن؟ یعنی اینها خودشون رو وارد جرگه هنرمندان فرانسوی کردند. منتها هنوز این نورافکن ها به روی اونها جهت پیدا نکرده، ولی وارد شدند. شخصیت های مانند گلشیفته فراهانی و مرجان ستپی اون رو دیگه جهان می شناسند. هر جا که برن همه دوربین ها دنبال اونها هستند. ولی کسانی دیگری هستند که هنوز به این موقعیت نرسیدن. ولی شما مطمئن باشید که این لایه جوانان در عرصه هنر و ادبیات نقش مهمی دارن و به ناگزیر عزیزان اینها تا چند سال دیگر بخش جدا ناپذیر از نخبگان فرهنگی هنری این کشورها هستند که از اونها حرف خواهند زد. از جمله فرانسه بسیاری از هنرمندا از به اصطلاح تبارهای گوناگونی هستند. واقعا خیلی متنوع هستند، از تبار روسی، از تبار بلژیکی، از تبار ارزم حضور شما که لبنانی، از تبار آمریکایی، انگلیسی و غیره و غیره، اسپانیایی، گاه به گاهی هم همچنین از کشورهای شمال آفریقا. یک ترکیبی است که امروز در خدمت رشد هنر و فرهنگ در این جامعه هستند و ایرانیان که نسبت اونها خدمتشون کمتر هست، به خصوص نسل جدید، اینها هم دارن آشیانه خود را پیدا میکنن، جای خود را پیدا میکنن و وارد این مناسبات میشوند. وارد شدن در این مناسبات آسان نیست. چه کسی را میشناسد؟ چه کسی دست یکی دیگری را میگیرد؟ به چه کسی باید رجوع کرد؟ به کدوم در واقع شخصی باید اعتماد کرد؟ کدام در را باید زد؟ همین ها از نظر جامعه شناختی خیلی گاه پیچیده است و کسی هم که از بیرون اومده میگه که من چقدر باید تلاش بکنم. بله، گاهی اوقات لازم هستش که بیشتر شما تلاش بکنید، ولی کم باز برمیگرده به اون جامعه که این جامعه افراد برجسته در عرصه هنر رو به عنوان اینکه افرادی دارای تبار مهاجرتی هستند به راحتی میپذیرد در دل خودش یا نه. و در فرانسه ایرانی ها این شانس، این فرصت رو دارن که وارد تمام این مناسبات بشوند و این خیلی زیباست. این یک ویژگی جامعه شناختی این نسل ایرانی ها هستش و فرانسوی ها آگاه هستن مثل این عقل و بارها به خود من گفتن که وقتی که صحبت از هنر و سینما و موسیقی می شود صدای ایرانی ها می آید. حضور اونها حس می شود و اینه.
و بسیار زیباست. حال چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه آیلا نویدی نیز جزء این گروه اجتماعی هست و وقتی که این نمایشنامه اجرا می شود با جدیت و با تازگی شادابی اجرا می شود، خب ما می بینیم که اکثریت مطلق کسانی که میان این رو نگاه می کنن خود فرانسوی ها هستن. یعنی چی؟ یعنی حس کرده جامعه رو و جامعه فرانسوی این رو حس می کنه. یک کالای بنجل نیست، خوبه، قابل پسنده، زیباست و می آید و به دیگران می گویند. به این ترتیب دوستان عزیزم، اگر چنانچه، چون شنیدم که در جاهای دیگری بعد خواهد رفت، ولی به هر حال اگر در فرانسه هستید حتما برید این نمایشنامه رو ببینید، میتونید رزرو بکنید و برید ببینید، و اگر هم در شهرهای دیگری هستید که اونها ظاهرا قصد این دارند که شهرهای دیگر هم بروند، پس به قول فرانسویا بون تئاتر، یعنی تئاتر بهتون خوش بگذرد. و وقتی که نگاه میکنیم این موفقیت ها و وقتی که متوجه میشم که همین شنبه پیش، ببخشید جمعه پیش، 8 مارس بود. 8 مارس در واقع برای چیست؟ برای اعتراض علیه سرکوب زن، علیه ستم، علیه دین متجاوز و برای حقوق و آزادی زنان است. و این موفقیت های زنان، دختران، تجلی همون اراده ای هست که در 8 مارس خود رو منعکس می کند. 8 مارس، و این بار هم ما در خیابان های پاریس رفتیم و 8 مارس رو به این ترتیب اجرا کردیم. یعنی ایرانیان هم بودن در کنار گروه بندی های گوناگون که اونها هم با در واقع تابلوهای مربوط به دختران عزیزمان که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و از جمله مهسا، به این ترتیب همبستگی خودمون رو با زنان ایران اعلام کردیم و عکس‌های بسیار زیبا و بسیار متنوعی از این صحنه ها پخش شد در جهان. و امروز یک خبرنگاری که بر من با من آشنا هستش این حرفا، و از جمله عکسی رو که پخش کرده بود در یکی از رسانه ها به من اعلام کرد که این عکس که در ردیف اول خانم های ایرانی هستند، دختران و خانم های ایرانی هستند با عکس های بزرگ، و من هم اون گوشه در کنار این عزیزان هستم، در بیش از 40 روزنامه و مجله در جهان پخش شده است. چرا؟ به خاطر اینکه صدای انقلاب ایران می آید، صدای زن زندگی آزادی می آید، و در زمین عکس زیبا تمام این فضا رو با خود حمل می کند. به نکته دیگری بپردازیم عزیزان، آینده ایران چه خواهد شد؟ از نظر جامعه شناختی، از نظر روان شناختی، ایران در 2 سال دیگر، 5 سال دیگر، 10 سال دیگر چه ایرانی خواهد بود؟ آینده سکولار در ایران. یادتون باشه ایران خوشبختانه به اعتبار این تجربه خونین
خونین جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی شکست. خود اسلام نیز ضربه های مهلکی به خود دید. امروز در جامعه ایران فقط 32% شیعه هست و 5% اهل سنت، یعنی اسلام در اقلیت هست. اسلام در اقلیت هست. 70% جامعه میگوید که دین از نهاد حکومتی و هسته های قدرت باید جدا باشد. این تحول جامعه است. بیش از 70% خانواده ها میگویند که دین در درون مدرسه نباید مداخله بکنه و درس ها باید از دین جدا باشند. این تحول سکولار جامعه است. ۸۲% هم میگویند که این جمهوری اسلامی باید بره گورش رو گم بکنه، یعنی قدرت سیاسی دینی نمیخواهد. این تحول سکولار جامعه هست. امروز شما چقدر واقعا آخوندها مورد احترام مردم هستند؟ یک لحظه مقایسه بکنید با زمان شاه. اون آخوندهای به قول خودمون دوزاری، اونها هم در واقع می آمدن عقب و جلو آدم ها می شدن که به اونها احترام بگذارن. امروز همه آخوندها و از جمله آخوندهای گردن کلفت چه جایگاهی دارن در قلب مردم، در اعتماد مردم، در باور مردم؟ تمام شد. هستن در جامعه، مسلمه که هستن. 85 میلیون آدم هستیم ما. یه لایه هایی برها هستن که طرفدار اینا هستن، لایه های عقب افتاده خرافی با خانواده های متصب مذهبی، سطح شعور پایین، بله هستن، یا از روی استیصال، بله هستن. ولی اکثریت جامعه به اونها میخنده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه سکولار شده. گنداب دینی رو داره هی پس میزنه. با رشد آگاهی خودش در واقع مدل اسلامی و مدل قرآنی رو دیگر نمیپذیرد. میخندد. مسخره میکنه. بله مسخره میکنه. ما را آمدن در طی 1400 سال ذهن من ایرانی رو مسخ کردن. تکرار کردن اسلامشون رو، قرآنشون رو. 5 بار در روز به من گفتن نماز بخوان، به اللهت سجده بکن. در ماه رمضان، در ماه محرم پیوسته و پیوسته گفتن تا عزادار الله باش. در سفر، ماه سفر به همین ترتیب، در تمام این مسیر سالانه انواع اقسام امامزاده ها رو ساختند و مرگ و تولد امام ها رو ساختند تا ما رو از یک عقلانیت توهی بکنند و ما رو وابسته به این خردرجال بکنند که به خردرجال احترام ها بذاریم و بیشرف ها سلطان شدند. بیشرف ها در ذهن ها جای گرفتند. ولی 45 سال گذشت و امروز دیگر شرایط دیگری است. آخوند بی‌اعتبار شد. آخوند برابر فاسد. آخوند برابر جلاد. آخوند برابر زمین دزد. آخوند برابر قاتل ارجابی می شود. امروز جامعه ایران بیش از پیش سکولار شده و آینده ایران نیز سکولار و باسم سکولار، یعنی از دین کنده می شود، از الله کنده می شود. ایمان خودشو بخش از جامعه در دلش نگه می داره.
و اونها حق دارن که زندگی خودشون رو داشته باشن. ولی این بار، این فشار اسلامی در جامعه، در عرصه سیاست و اقتصاد کنده می شود. یک سونامی بزرگی است به معنای زیبا و مثبتش. اسلام فرو می ریزد و خردگرایی، سکولاریسم، توجه به لایسیته بالا می آید. امروز جامعه در جستجوی این هست که خود را آماده کند که به حکومت بعدی پس از جمهوری اسلامی، به حکومت لایک سکولار برسد. حق با آنهاست و من به نوبه خودم در این زمینه بسیار کار کردم. 15 درسنامه که هر کدام حداقل 2 ساعت الی 3 ساعت هست در آرشیو روشنگران قادسیه وجود دارد. تعداد زیادی از برنامه‌های در مورد سکولاریسم و لایسیته در رسانه مانی وجود دارد. در رسانه میهن وجود دارد. و همچنین در نوشته‌های مقاله‌های گوناگون وجود دارد. در کتاب هایم وجود دارد. بنابراین من هرگز کوتاه نیامدم، زیرا این مسیر رو، این محور رو محور اساسی تلقی کردم. آینده سکولار ایران، هر کجا که هستید از آینده سکولار بگویید، از حکومت لایق بگویید، از قانون اساسی بعدی که به هیچ وجه نباید در آن رجوع به دین باشد. آینده در ایران بدون دین رسمی. اوقاف رو باید پس گرفت. ثروت آستانهای دینی مانند مشهد و غیروزاریک رو باید پس گرفت. هیچگونه بودجه از کانال دولتی به آخوندها و حوزه های آخوندی نباید داد. آخوندها برن در حجره های خودشون یا کار بکنن یا با آنچه که دارن زندگی بکنن. ایران سکولار می شود، ایران لایق می شود و این بسیار زیباست. چیزی که ما قرنهای قرن منتظر آنیم و این اتفاقی که افتاد یادتون باشه، نه تنها به اعتبار این تجربه خونین با جمهوری اسلامی و بیرون زدن کثافت و نجاست اینها هست که جامعه آگاه شد، بلکه همچنین نقش گروه‌هایی از نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان که در این زمینه مرتب کار کردند و همچنین روزنامه نگاران، همچنین مدیران برخی رسانه ها، یا به شکل وسیع یا به شکل گاه به گاه، فرصتی پیدا شد که در انتقاد از نظام دینی و دین صحبت بشود. مانند الان در این رسانه میهن. و بالاخره به پایان ببریم دفتر رو و اون هم یادمون باشه این آینده مستلزم در ضمن سامان یافتگی بیشتر اپوزیسیون دموکرات و سکولار هست. رهبران سیاسی باید به این امر توجه داشته باشند. مصالح عمومی کشور، منافع عمومی ملت ایران با هم نزدیک بشوید. دیدار کنید، دیالوگ داشته باشید. زمینه‌های همکاری‌های بسیار کوچک رو در نظر داشته باشید. یک اعلامیه بنویسید. یک عکس منتشر بکنید. برنامه‌های خودتون رو به بحث بگذارید. هر چقدر که ایده‌های شما پخش بشه به نفع شما و ایده شما هست. مبارزه فکری رو به جلو ببرید. روی برنامه‌ها روشنفکران مانند من
کار خودشون رو خواهند کرد، نقده در همه عرصه‌ها. ولی شما سیاستمداران در ضمن باید هم طرحهای براندازی و نفی این حکومت رو در نظر داشته باشید، هم برنامه های گوناگونی که به جامعه میخواهید پیشنهاد بکنید، و هم دست هماهنگی و همکاری امروز. من خواهش دارم از شما عزیزان، من حتما اختلاف نظر دارم، ولی این کار عمومی و دائمی در جامعه هست. ولی از شما سیاسیون انتظار داریم، و این انتظار در این است که شما پس از این 45 سال واقعا گام هایی لازم بردارید. می شود روی خط اقل ها. مگه شما دموکراسی نمی خواهید؟ مگر حقوق بشر نمی خواهید؟ مگر مدافع حقوق زن نیستید؟ مگر یک محیط زیست خوب رو نمی خواهید؟ مگر یک قانون اساسی بدون دین رسمی رو نمی خواهید؟ خب همه اینها میان بخش مهمی از شما مشترکه. نزدیک بشوید، جمع بشوید. اگر هم خواستید در برنامه شرکت کنید به من اطلاع بدهید. از اختلافات پریشان نشوید. طبیعیه که اختلاف هست، طبیعیه که اختلاف هست. از اختلاف وحشت نکنید، از بیان اختلافات وحشت نکنید، غر نکنید. چرا غر میکنید؟ فلان دوستی که در یک گرایش دیگه ای هست، حدود یک سال و نیم پیش من یک امر واقعی رو گفتم و اون ایشون قهر کرد. منو که میگه چشمش رو روش رو اون بر میکنه. دسته که من دروغ نگفتم. گفتم فلان شخصیتی که با جمهوری اسلامی در واقع چراغ سبز میزنه و با اون رسم و رسوم دوستی داره، چرا در درون جریان شما رفت آمد داره؟ برای چی؟ همین. پس ببینید دوستان، سوء تفاهم ها هست، برخورد های گوناگون هست که مورد پسند شما نیست، ولیکن تحمل خود رو بالا ببرید در بیان نظریات، ولی در این حال که تحمل خود رو بالا میبرید برای شنیدن و انتقاد کردن یا انتقاد شنیدن رو، در این حال ببینید چه پلهای کوچکی می شود ساخته بشه. به اون پلها توجه کنید. آینده ایران در ضمن، در ضمن در چیز؟ در گرو هماهنگی بیشتر نیروهای سیاسی روشنه. موتور در ایران است. موتور انقلاب در زن، زندگی، آزادی و مبارزات اجتماعی، مبارزات کارگری، مبارزات جوانان و غیر و غیره هست. بله، ولی در این حال امید ما این هست که در خیزش دیگری که حتما مطمئن باشید به زودی مجددن به خیابان ها خواهند آمد، و امروز هم که در خیابان ها نیستن یا کم هستن، هستن. بازنشستگان رو نگاه بکنید، کارگران رو نگاه بکنید، هست. دختران و جوانان عزیزی که خروش دارند، اونها رو توجه بکنید، هست. ولی در این حال یک چیز دیگه هم هست در ذهنها. مدل و الگوی فرهنگ سنتی و دینی اسلامی فرو می ریزد و انسان ها میخوان آزاد باشن. انسان ها میخوان شیوه زندگی خود رو خود انتخاب کنن. انسان ها میخوان مانند جوانانی که در ایران هستن، اونها میخوان مانند جوانان پاریس، نیویورک و لندن زندگی بکنن. بله، ما امروز جهانی هستیم که رابطه های ارگانیک متقابلی دارد و جهان هم بزرگ هست هم کوچکتر شده است به خاطر ارتباطات فعالانه
ما با یکدیگر. جمهوری اسلامی رفتنی است. جمهوری اسلامی خواهد مرد. مطمئن باشید. جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و آخوندها سرنگون خواهند شد و فاسدان از قدرت خواهند افتاد. پس به امید روزهای بهتر و از اونجایی که در ضمن دوران زن زندگی آزادی کماکان هست، از اونجایی که 8 مارس رو گفتم، از اونجایی که مقاومت و مبارزه و نقش جوانان دختر رو گفتم، در ضمن اینجا هم با این تصویر کارمون رو به پایان ببریم و اون هم آخرین شماره شالی ابدو ویژه، شالی ابدوی ویژه هست و اون هم درباره چی؟ درباره فمینیزم، فمینیست پختو، فمینیست همه جا و اینکه چگونه تمام قدرت‌های اهریمنی سعی می‌کنن که انسان‌ها و به خصوص زن‌ها و دختران را مچاله بکنن، فلج بکنن، نابود بکنن. ولی به هر حال ما می‌دانیم که زنها و دختران ادامه خواهند داد و در این شماره در ذهن مقاله هست از خانم شیرین عبادی و همچنین در همین شماره اون کاریکاتور زیبایی که علیه خامنه‌ای کشیدن مجدداً چاپ شده است. بله و این هم به این ترتیب. دوستان گرامی من، یادتون باشه ما در ضمن یک کلیدی داریم برای نشاط خودمان و اون هم مبارزه فرهنگی، آزادی اندیشه، آزادی نقد. روح شالی ابدو در ایران ما نیز باید گسترش پیدا بکند، روح آزادانه شالی ابدو. پس به امید روزهای زیبای آیندهمون و به امید ایران سکولار آینده و ایرانی که در آن آزادی اندیشه وجود داشته باشد و نقد دین و مذهب و ایدولوژی ها و قدرت سیاسی یک اصل اساسی باشد. موفق و پیروز باشید تا نوبتی دیگر.